در عرصه بین المللی، تحولات در اوکراین و واکنش ها در برابر آن هنوز هم سرخط خبرهای جهان را تشکیل می دهد. در این قسمت برنامه همکارانم نجیبه خلیل در استودیوی مرکزی و لیلا حبیب عظیمی از مقر وزارت خارجه با ما هستند که هر یکی زوایای مختلف معضله اوکراین را روشن خواهد ساخت. نخست از خبرنگار ما لیلا حبیب عظیمی می شنویم که حکومت ایالات متحده در ارتباط با اوکراین به چه تلاش ها دست زده است. لیلا جان بفرمایید. با تقدیم سلام و ارادت، در رابطه با بحران اوکراین و تشدید نیروهای نظامی روسیه بر شبه جزیره کریمیا، سه اصل عمده یا فاکتور اساسی وجود دارد که میتوان در تحولات اخیر از آن نام برد. اول اینکه جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده دعوت لافروف وزیر خارجه روسیه را برای دیدار و مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد کرد. دوم اینکه رئیس جمهور موقت اوکراین از وزارت داخله آن کشور خواسته است تا تمام نیروهای وزارت داخله را به گارد ملی مبدل سازد و همچنان از نیروهای احتیاط خواسته است تا به خدمت عسکری جلب شوند برای اینکه در برابر نیروهای روسیه بتوانند مقابله کنند. سوم اینکه رئیس جمهور سابق یا برکنار شده اوکراین یانوکوویچ در روسیه در رسانه ها حاضر شده و گفته است که هنوز هم وی یک رئیس جمهور مشروع اوکراین است و به اوکراین برخواهد گشت. اما ایالات متحده با یک قدم پیشتر و جلوتر خواستار حمایت چین در رابطه با منزوی ساختن روسیه به خاطر مداخله نظامی آن شده است که تحلیل بیشتر آن در گزارش برای بینندگان پخش میشه که باز آماده پخش خواهد شد. رئیس جمهور اوباما اواخر روز یکشنبه با رئیس جمهور چین صحبت تلفنی کرد. با وجود آن که واضح نگردید که چین طرف ایالات متحده و اروپا را در مورد مسکو خواهد گرفت یا خیر، جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت این بدیهی است که چنین نقشی بسیار مهم را در شورای امنیت ایفا می کند و یک رابطه مهم با روسیه دارد، اما اصول در اینجا مسئولیت از تعرض است و آنها کاملا روشنند. هیچ جنبه تاریک در این مورد وجود ندارد. همچنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشت ما خواهان توقف فعالیت‌های نظامی روسیه در اوکراین به شمول شبه جزیره کریمیا هستیم. ما می‌خواهیم کوشش‌ها برای الحاق کریمیا متوقف گردد و مراحل تحریک‌آمیز پایان بخشیده شود. البته همان طوری که همه شما می‌دانید، وزیر خارجه کری هفته گذشته آنجا بود و در مورد یک مکانیزم و شکلگیری طرحی که بتواند اوکراینی ها و روس ها را به دور یک میز گفتگو بشاند صحبت کرد. سرگی اکسنوف رهبر کریمیا که حامی روسی است از قبل در مورد توقعش از نتیجه همه‌پرسی اظهار داشت. امروز اردوی اوکراین در پایگاه های خود مسدود ماندند. پس از همه‌پرسی در مورد آینده و اتحاد با روسیه، آنها یا مجبور به ترک کریمیا خواهند شد و یا آنها را مجبور به خدمت در نیروهای مسلح و بیعت به جمهوری خودمختار کریمیا و یا روسیه خواهد شد. برای اقلیت‌های منطقه مانند تاتارهای مسلمان این خبر شوم است. تاتارهای کریمیا تحت آزار و اذیت قرار دارند. سیاستمداران رادیکال روسیه خواب تبدیل شدن 100% روسیه را بدون هیچ گونه نمایندگان دیگر از ملیت‌های دیگر می‌بینند. با از دست رفتن کریمیا به کیف، نگرانی هایی است که در دیگر مناطق روس زبان ممکن است از آن پیروی کنند. صدر اعظم اوکراین در همین هفته در حال بازدید از ایالات متحده آمریکا برای حمایت کشورهای غربی به منظور حفظ کشورش است. خب تحلیلگران، طوری که شما در گزارش شنیده، تحلیلگران بر این عقیده هستند که این مداخله نظامی روسیه به اوکراین و شبه جزیره کریمیا باعث ایجاد تشنج‌های بسیار شدید قومی خواهد شد. ضمناً آخرین گزارشات حاکی از آن است که وزیر خارجه فرانسه لورن فابیو اظهار داشته است که در صورتی که روسیه با طرح پیشنهادی برای از بین بردن این مداخله نظامی خود همکاری نکند و در آن ناکام شود، تحریم های علیه آن برای منزوی ساختن آن اعمال خواهد شد. فاجا تشکر از شما.